اگر تا به امروز تصور می کردید که غول‌ها صرفاً یک موجود افسانه‌ای بودند، سخت در اشتباهید. با مرز شکن همراه باشید تا با بزرگترین راز سرکوب شده ی تاریخ آشنا شوید. لطفاً قبل از تماشای این ویدیو چنل را سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما زنگوله را فعال کنید تا از آپلودهای بعدی ما با خبر شوید. در سال 2003 یک تیم حرفه‌ای از باستان‌شناسان آلمانی که در کشور عراق کار می‌کردند، به طور تصادفی یکی از مهمترین و عجیب‌ترین کشفیات دوران مدرن را انجام دادند. آنها در اعماق شن‌های گرم بیابان با چیزی مواجه شدند که به نظر می‌رسید آرامگاه پادشاه اسطوره‌ای و افسانه‌ای تمدن سومریان گیلگمش است. همان قهرمانی که نامش در قدیمی ترین حماسه ادبی بشر یعنی حماسه گیلگمش جاودانه شده. برای قرنها مورخان بر سر اینکه آیا واقعاً گیلگمش وجود داشته یا نه اختلاف نظر داشتند، زیرا در حماسه او به عنوان یک غول 17 فوتی تقریباً معادل 5 متر توصیف شده که فرزند یک انسان و یک الهه بین النهرینی بوده. به همین علت عموماً پذیرفته شده بود که داستان گیلگمش صرفاً یک افسانه کهن است. اما این باور فقط تا زمانی که یورگ فاسبیندر و تیم باستانشناسی او با استفاده از فناوری‌های مدرن یک شهر باستانی کامل را در اعماق زمین کشف کردن وجود داشت. این در واقع همان شهر اوروک بود که در حماسه گفته شده گیلگمش بر آن سلطنت می کرده. به گفته باستان شناسان در این شهر خانه ها، باغ ها و مزارع در کنار سیستم بسیار پیچیده ای از کانال ها قرار داشتند. درست مانند این است که شهر ونیز در دل بیابان باشد. در اطراف این شهر باستانی جایی شبیه به محل دفن نیز کشف شد که باستانشناسان معتقد بودند مقبره یک پادشاه باستانی است. فاسبیندر گفته بود تا پیش از بررسی دقیق نمیخواهم بگویم که این قطعا آرامگاه پادشاه گیلگمش است، اما دقیقاً شبیه به همان چیزی است که در حماسه گیلگمش توصیف شده. به نظر شما عجیب نیست؟ فقط یک لحظه به این فکر کنید که گیلگمش به معنای واقعی کلمه یک غول بوده و از آن عجیبتر این که عمر بسیار طولانی داشته و به عنوان خدا پرستیده می شده. حالا هنوز فکر می کنید این اتفاقی است که در کتیبه ها پادشاهان را بسیار بزرگ جسته تر از مردم عادی حکاکی می کردند؟ کاملا مشخص است که اینطور نبوده، همانطور که در مورد کتیبه های هخامنشی اتفاقی نیست. اما نمیدانم چرا برخی نمیخواهند حقیقت را بپذیرند، آن هم در صورتی که حقیقت در مقابل چشمانشان خودنمایی میکند. پس اگر مقبره گیلگمش هم دقیقاً شبیه به همان چیزی بود که در حماسه توصیف شده، به این معنی است که فاسبیندر و تیمش مقبره یک غول واقعی را کشف کرده بودند. این کشف یک تکه پازل گم شده در تمام تاریخ بشریت بود که می توانست اسراری را که حتی نمی دانستیم وجود دارد برای تک تک ما آشکار کند. این کشف می توانست جهان را تغییر دهد. اما می خواهید بدانید چطور بدون اینکه بفهمیم این کشف مهم و خبرهای مربوط به آن سرکوب شدند؟ می خواهید بدانید که چطور عمرمان می گذرد و از تمام حقیقتهای این دنیا بی نصیب مانده ایم؟ تنها چند هفته بعد از انتشار خبر در مورد یافتن مقبره گیلگمش، ایالات متحده به عراق حمله کرد و فاسبیندر و تیمش را مجبور کرد کار خود را رها کنند و از عراق فرار کنند و این گونه بود که این کشف عظیم حل نشده باقی ماند و دیگر هیچ پاسخی درباره آن به ما داده نشد. اما پیش از اینکه ببینیم در آن روز جنگ چه اتفاقی رخ داد، ابتدا به کشف حماسه گیلگمش می‌پردازیم که خود ماجرای بسیار عجیبی دارد.
در سال 1849 یک تاریخدان و باستانشناس انگلیسی به نام آستین هنری لیارد در عراق و در خرابه های کتابخانه آشور بانیپال آخرین پادشاه آشور که قدمت آن به قرن هفتم پیش از میلاد باز می گردد کشفی تاریخی انجام داد. او در آنجا یک لوح گلی باستانی با قدمت هزاران سال را کشف کرد که با خطی عجیب نوشته شده بود و قادر به خواندن آن نبود. لیارد نمی‌دانست این کتیبه را چه کسی نوشته و چه می‌گوید. با اینکه این کشف بسیار باورنکردنی بود، اما تازه فقط شروع ماجرا بود. در اوایل دهه 1850 بیش از 15,000 قطعه مشابه دیگر در همان خرابه کشف شد که آنها نیز با همان خط مرموز نوشته شده بودند. این الواح برای ترجمه و رمزگشایی به موزه بریتانیا فرستاده شدند. محققان برای سالها در تلاش ترجمه آن بودند تا اینکه سرانجام در دهه 1870 مردی به نام جورج اسمیت موفق به رمزگشایی حروف شد. اسمیت یک آشورشناس خودساخته از طبقه کارگران بود. او در سن 14 سالگی شروع به یادگیری حکاکی اسکناس در یک انتشارات کرد و با اینکه تحصیل نکرده بود، علاقه بسیار زیادی به فرهنگ تمدن‌های بین‌النهرین داشت. به همین علت به صورت خودکار شروع به یادگیری زبان‌های باستانی کرد و به مرور تبدیل به یک مترجم خبره شد. او در اوقات فراغت خود به موزه بریتانیا می‌رفت و در آنجا کتیبه ها را بررسی می کرد تا اینکه مورد توجه کارکنان موزه قرار گرفت و پیشنهاد کار به او دادند و گفتند می تواند کار خود را با ترجمه 15,000 قطعه کشف شده شروع کند. هنگامی که جورج اسمیت یافته های خود را در سال 1872 در مقابل نخست وزیر بریتانیا به انجمن باستان شناسان ارائه کرد، اروپا و بعد سراسر جهان را به موجی از شوک فرو برد. این الواح در مورد سیل نابود کنندهی صحبت می کردند که در هزاران سال پیش تمام بشریت را نابود کرده و فقط یک مرد و خانواده‌اش از آن نجات یافتند. درست مانند داستان نوح که در کتب مقدس به آن اشاره شده، البته با این تفاوت که نوح را یک پیامبر توصیف کرده. در همان وقت بسیاری از دانشمندان و الهیدانان اعلام کردند که این داستان سیل باستانی همان داستان نوح پیامبر در کتاب مقدس است. اما هیچ کس جوابگو نشد که چرا داستان کتاب مقدس از یک داستان باستانی کپی برداری شده و اصلاً چگونه این اتفاق افتاده؟ هیچ کس نگفت که چرا سومریان و بابلیان و آشوریان را بت‌پرست معرفی کردند و داستان‌های آنها را افسانه خواندند، ولی داستان‌های کتب مقدس را به عنوان اسرار خداوند به مردم معرفی کردند. در سال 1875 اسمیت پای خود را فراتر گذاشت و ترجمه‌های کاملی از هر چیزی که کشف کرده بود را منتشر کرد. الواحی که او ترجمه کرد در واقع داستانی بود که اکنون ما آن را با نام حماسه گیلگمش می‌شناسیم، ولی اسمیت در آن زمان نمی‌دانست چه کشف بزرگ و مهمی انجام داده. او در مورد چیزی به مردم اطلاعات داده بود که مردم نباید درباره آن می‌دانستند. در سال 1876 جورج اسمیت از طرف موزه برای ترجمه الواح به حلب فرستاده شد و او در همانجا در سن 36 سالگی به طور ناگهانی درگذشت. هیچ کس هم نه پیگیر مرگ او شد و نه کسی متوجه شد که علت مرگش چه بوده، اما خوشبختانه این پایان کار او نبود. برای دهه ها، سال ها و حتی تا به امروز هنوز هستند محققانی که کار اسمیت را ادامه دادند و الواح بیشتری را ترجمه کردند. این الواح اطلاعاتی بسیار فراتر از یک سیل بزرگ را ارائه می دهند. حماسه گیلگمش به طور کلی داستان خارق‌العاده یک پادشاه بین‌النهرینی به نام گیلگمش را روایت می کند که هزاران سال در گذشته بر منطقه عراق کنونی حکومت می کرده. در ابتدای این داستان گیلگمش به عنوان یک ظالم توصیف می شود که خدایان برای درس عبرت دادن به او رقیبی به نام انکیدو را بر سر راهش می گذارند. اما پس از اینکه گیلگمش و انکیدو برای اثبات بهتر بودن به بنبست می خورند و تصمیم می گیرند که هیچ کدام برتر از دیگری نیست،
دوستان خوبی برای یکدیگر میشوند و به ماجراجویی میپردازند. وقتی انکیدو میمیرد، گیلگمش پریشان میشود و مابقی عمر خود را صرف جستجوی اسرار زندگی ابدی میکند. و جالب اینجاست که روش آن را هم مییابد. البته ما قبلا در این ویدیو در مورد روش جاودانگی گیلگمش صحبت کردیم که لینک آن در قسمت توضیحات قرار دارد. این حماسه بسیار شگفت انگیز است، اما توصیفی که در این حماسه از خصوصیات گیلگمش شده عجیب تر است. اینکه گیلگمش فرزند یک انسان و یک الهه بوده و این ویژگی باعث شده که اون نیمه خدا و نیمه انسان باشد و اینکه جثه بسیار درشت و 17 فوت قد داشته. از همه مهمتر اینکه این حماسه باستانی گیلگمش را در همه چیز بی‌نظیر توصیف می‌کند و می‌گوید که او از دانش، قدرت، هوش و حکمتی خارق‌العاده برخوردار بوده. در نهایت تمام این ویژگی‌های گیلگمش بود که باعث شد کشف مقبره او در سال 2003 سرکوب شود. تصور کنید اگر تمام دنیا از این کشف بهره‌مند می‌شدند، چه اسرار پنهانی برای تک تک ما آشکار می‌شد، چه اسنادی از حکمت کامل گیلگمش می‌یافتیم و چه دانشی در مورد جاودانگی او به دست می‌آوردیم. قطعاً قرار نبود که فقط با یک اسکلت 17 فوتی روبرو شویم. مطمئناً چیزهایی وجود داشته که نمی‌خواستند مردم از آنها آگاه شوند. در همین 20 سال گذشته، محققان و مورخان سراسر دنیا این سوال را مطرح کردند که چرا آمریکا به عراق حمله کرد؟ این سوال حتی اکنون هم مطرح می‌شود، اما دلیل آن همچنان مشخص نیست. از آن زمان هر بار بهانه‌های مختلفی ارائه شده. یک بار گفته شد عراق از سلاح‌های جمعی برخوردار بوده. سپس گفته شد ایالات متحده خواهان نفت عراق بوده. اکنون هم گفته می شود جورج بوش می خواسته کاری را که پدرش آغاز کرده بود به پایان برساند. اما مگر می شود به همین راحتی دلیل جنگ را تغییر داد؟ یعنی ممکن است علت آن چیزی بوده باشد که نمی خواستند ما بدانیم؟ شاید تصادفی نبوده که حمله به عراق دقیقاً بلافاصله پس از یافتن مقبره گیلگمش آغاز شد، چون پس از مستقر شدن ارتش آمریکا در عراق، ماجرای کشف مقبره سریعاً از تمام عناوین خبری جهان ناپدید شد. اما با گذشت هفته‌ها و ماه‌ها به مرور گزارش‌های عجیبی از منطقه منتشر شد. شاهدان ادعا می‌کردند ارتش آمریکا را در حال حفاری زمین و برداشتن یک سری اشیا دیدند. اگر ارتش آمریکا واقعاً مقبره گیلگمش را باز کرده باشند چه؟ اما اگر فکر می‌کنید این دلیل مضحک به نظر می‌رسد، پس باید بدانید زمانی که ارتش آمریکا بغداد را تسخیر کرد، 15,000 اثر باستانی بسیار گرانبها از موزه ملی عراق به سرقت رفت که برخی از آنها را حتی نمیتوان قیمت گذاری کرد. البته نه به این خاطر که فکر کنید از جنس طلا و یا نقره بودند. اتفاقا یکی از ارزشمندترین آنها یک اردک سیاه سنگی بود که هنوز هم پیدا نشده. در واقع موزه ملی عراق به عنوان مهد تمدن بشریت شناخته میشد و آنقدر آثار ارزشمندی را در خود گنجانده بود که هر کسی را به وجد می آورد. ارتش آمریکا وظیفه داشت هر طور شده از آنجا محافظت کند، اما آنها برای روس‌ها موزه را به حال خود رها کردند و آثار باستانی یکی پس از دیگری ناپدید شدند. سراسر جهان به این ماجرا واکنش نشان دادند و پس از مدتی برخی از شاهدان اعلام کردند پیش از اینکه غارتگران به موزه نفوذ کنند، واحدهای ویژه ایالات متحده را دیدند که به موزه وارد شدند و تمام آثار باستانی را در کامیون‌های سنگین با خود بردند. جالب اینجاست با اینکه بسیاری از این آثار نمونه‌های جعلی داشتند تا از سرقت آنها جلوگیری شود، ولی دزدان آثار اصلی را با خود بردند. چون آنها دزدهای معمولی نبودند، آنها سازماندهی شده و گزینشی بودند و دقیقاً می‌دانستند که چه می‌خواهند. آنها به زیرزمین مخفی موزه هم نفوذ کرده بودند، جایی که حتی کسی نمی‌دانست که وجود دارد. ولی با این حال هیچ کدام از آثار هنری و مهرهای استوانه‌ای و حتی هیچ کدام از ده‌ها هزار سکه طلا و نقره را نیز با خود نبرده بودند. دزدها نادرترین اشیایی که
تقریباً هیچ کس قادر به رمزگشایی آنها نبود را سرقت کردند. البته هنوز نمی‌دانیم این اشیا دقیقاً چه بودند و حتی نمی‌دانیم که الان کجا هستند. از این رو فکر نمی‌کنید این جنگ واقعاً دلیل دیگری داشته؟ آن هم در صورتی که مشابه این اتفاق در افغانستان هم رخ داد و یک سفینه باستانی 5000 ساله توسط ارتش آمریکا ضبط شد. در دهه 1920 اخبار و شایعات بسیار عجیبی از عراق منتشر شدند. اخباری که کشور به کشور انتقال یافت و باعث شد قدرت‌های بزرگ جهان به طور همزمان نمایندگانی را به کشور عراق بفرستند. این خبرها در مورد کشف یک قطعه غیرقابل درک از فناوری پیشرفته باستانی بود که با عنوان دروازه ستارگان شناخته می شد. نوعی پورتال که به افراد اجازه می داد تا در مسیرهای بسیار دور از مکانی به مکان دیگر سفر کنند. شاید باور نکردنی به نظر برسد، ولی از آنجایی که عراق مهد تمدن سومریان و آنوناکی ها بوده، خیلی بعید نیست که چنین دروازه‌ای در عراق وجود داشته باشد. سومریان در متون باستانی خود از آنوناکی ها به عنوان خدایان یاد کردند که دانش و فناوری بسیار پیشرفته‌ای داشتند و این دانش خود را به سومریان نیز بخشیدند. طبق الواح سومری گفته می شود دانش آنوناکی ها به قدری پیشرفته بود که نسل بشر هم توسط آنها گسترش یافت. زکریا سیچین در ترجمه الواح سومری گفته بود آنوناکی ها از سیاره به نام نیبیرو که به بزرگی 10 برابر زمین بود آمده بودند تا برای سیاره خود طلا استخراج کنند، ولی زمانی که زمین را ترک کردند یک هدیه بسیار ارزشمند از خود بر جای گذاشتند و آن چیزی نبود جز دروازه ستارگان، دروازه‌ای که در زیر زیگورات شهر باستانی اوروک قرار دارد و به آنوناکی‌ها اجازه می‌دهد تا هر زمان که بخواهند مجدداً به زمین بازگردند. با انقلاب عراق در دهه 1920 علیه استعمار بریتانیا، عقیده به وجود دروازه ستارگان تقریباً از بین رفت و تا مدت‌ها به فراموشی سپرده شد. عراق همچنان تحت تسلط بریتانیا بود تا اینکه آغاز جنگ جهانی دوم کلید خورد. هیتلر به شدت شیفته ی علم باستان بود و شدیداً اعتقاد داشت که دانش نیاکان ما بسیار پیشرفته بوده. او سراسر دنیا را در پی تکنولوژی مردمان باستان زیر و رو کرد که یکی از این مناطق کشور عراق بود. از آنجایی که اکثریت مردم عراق مخالف بریتانیا بودند، با کمال میل دست دوستی آلمان را پذیرفتند. حالا دیگر در جنگ جهانی دوم، آلمان یکی از مهمترین متحدان عراق به حساب می آمد. در سال 1941 فرماندهان نازی دست به کودتا زدند و رئیس جدیدی برای دولت عراق انتخاب کردند که این موضوع باعث شد جنگ بزرگی مابین انگلیس و عراق شکل بگیرد. شاید عجیب به نظر برسد، ولی برخی معتقدند این جنگ در واقع مبارزه‌ای بین منافع بریتانیا و آلمان بر سر کنترل دروازه ستارگان بود. با این حال دولت بریتانیا در جنگ پیروز شد و برای بار دیگر در عراق به قدرت رسید. تا مدت‌ها بعد هیچ حرفی در مورد دروازه ستارگان وجود نداشت تا اینکه مجدداً در دهه 1980 خبرهای جدیدی منتشر شدند. همانطور که در طول جنگ جهانی دوم این ایده وجود داشت که هیتلر در پی یافتن دروازه ستارگان بوده، با فرزمینی ها ارتباط گرفته و حتی از قطب جنوب فرار کرده، در دهه 1980 هم عقیده بر این بود که صدام حسین دروازه ستارگان را مجدداً یافته و شروع به مطالعه و آزمایش بر روی آن کرده. در آن دوران صدام در حال بازسازی زیگورات شهر باستانی اوروک بود و شاید هم به همین علت بود که ایده دروازه ستارگان دوباره مطرح شد. در پایان دهه 1990
1990 گفته میشد مقامات ایالات متحده پی بردند که صدام به درک چگونگی عملکرد دروازه ستارگان نزدیک شده و اگر همین طور پیش برود ممکن است با استفاده از آن به مکانهای دور سفر کند و شاید حتی با فرزمینی ها تماس بگیرد. به همین علت جورج بوش پدر تصمیم گرفت در سال 1991 به عراق حمله کند. البته فکر نکنید این یک نظریه و یا ایده بیپایه و اساس بود. یکی از محققینی که به طور جدی به این ایده باور داشت، دکتر مایکل سالا، مورخ استرالیایی و استاد دانشگاه آمریکایی واشنگتن بود که مدت کوتاهی پس از حمله به عراق مقاله‌ای نوشت و توضیح داد دلیل اصلی حمله به عراق کنترل دروازه ستارگان بوده. در طول جنگ خلیج فارس، زمانی که ارتش آمریکا در سال 1991 با صدام حسین می‌جنگید، روزنامه روسی پراودا یک گزارش بسیار عجیب در مورد حادثه‌ای را منتشر کرد که با نام رازول عراق معروف شد. بر اساس این گزارش، یک سرهنگ روسی که در آن زمان در عراق بود، شاهد سرنگونی یک بشقاب پرنده توسط نیروی هوایی آمریکا شد. این سرهنگ گفته بود: هنگامی که به محل سقوط رفتم متحیر شدم. شیء سرکوب شده یک هواپیمای گرد بود و از موادی ساخته شده بود که من هرگز ندیده بودم. حدود یک سوم هواپیما در اثر انفجار موشک‌های آمریکا نابود شده بود. سعودی‌ها اجازه ندادند ما چیزی را لمس کنیم، ولی موفق شدیم داخل آن را کمی ببینیم. چیزهایی وجود داشت که کاملاً مرا گیج کرده بودند. آن شی شبیه به یک کاردستی نسبتاً کوچک بود که تقریباً 15 فوت قطر داشت و 3 صندلی داشت که احتمالاً متعلق به اعضای خدمه بودند، اما سایز آنها به قدری کوچک بود که انگار برای کودکان ساخته شده بود. به نظر می رسید بیگانگان قدی برابر با 3 فوت داشته باشند. چیزی شبیه به یک موتور دستگاه نیز یافت شد. با این حال ما هیچ جسدی در محل سقوط پیدا نکردیم. هلیکوپترهای جستجو تمام صحرا را بررسی کردند، اما آنها هم نتوانستند خدمه و یا بازمانده‌ای را در نزدیکی محل سقوط پیدا کنند. یعنی ممکن است با وجود نمایندگان روسیه، عربستان و آمریکا، موجودات آن سفینه توسط ارتش عراق کشف شده باشند؟ و اگر اینطور است، عراقی ها با آنها چه کردند؟ جالب است بدانید یک مرد که ادعا می کرد خودش نظامی است، در تماس با این برنامه رادیویی آمریکا گفت ارتش عراق در محل سقوط چیزهایی را پیدا کردند و آنها را مورد بررسی قرار دادند. آنها در تلاش بودند تا فناوری بیگانگان را احیا کنند و آن را به کار بگیرند. به گفته یه تماس گیرنده، دولت آمریکا متوجه شده بود که دانشمندان صدام با کمک دروازه ستارگان بیگانگان را فرا خواندند و در تلاش برای استفاده بیشتر از این فناوری پیشرفته باستانی بودند. به همین علت آمریکا به عراق حمله کرد تا جلوی صدام را بگیرد. اما آیا ممکن است این دلیل اصلی حمله به عراق بوده باشد؟ از آنجایی که در سال 2003 آمریکا دقیقاً پس از کشف مقبره گیلگمش و بخش بزرگی از شهر باستانی اوروک به عراق حمله کرد و همزمان با حمله ده‌ها هزار آثار باستانی از موزه عراق ناپدید شدند، خیلی عجیب نیست که این ایده هم واقعیت داشته باشد. با تمام اینها یک نکته بسیار مهم وجود دارد. در سال 2003 گفته شد صدام دستگیر و در سال 2006 اعدام شده، اما بسیاری از روزنامه‌های رسمی دنیا از جمله روزنامه الدیار لبنان، پایگاه خبری الفجر مصر و روزنامه ایندیا از هند همگی مدعی شدند کسی که اعدام شد در واقع یکی از 5 بدل صدام بوده و صدام واقعی در همان زمان توسط نیروهای روسی فراری داده شده. این موضوع در نوع خود در مورد هیتلر هم وجود داشت،
چون هیچگاه به طور دقیق مشخص نشد که هیتلر چگونه مرد و جسدش چه شد. یعنی ممکن است این دو دیکتاتور با علاقه‌ای که به دانش مردمان بوستون داشتند تکنولوژی پیشرفته ی آنها را کشف کرده باشند. یعنی ممکن است همانطور که گفته می شود هیتلر با کمک از دانش بوستون ماشین زمان ساخته باشد و صدام از طریق دروازه ستارگان فرار کرده باشد.